صحبت‌های ریحان پارسا در مورد شبی که بهش تجاوز شد. بغلم کرد، پوسم کرد و شروع کرد به میک لاف که من ترجیح میدم انتخاب میکنم که اصلا این قسمتش خیلی با جزئیات نگم، اما یه پرانتز باز کنم. اون روزی که نورا از اتاق رفت بیرون و گفت نباید هر کسی بدونه که مسیج میدیم، یه ذره جلوترش سوالی ازم کرد. سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ریحان پارسا هم چند وقتیه که اومده و گفته که بهش تجاوز شده و یه کارگردان ایرانی به اسم سیاوش اسدی رو افشا کرده. اما چیزی که جالبه اینه که ریحان اول رفت ترکیه، کلی حاشیه زد و کلن از حاشیه و جنجال خوشش میاد و این چند وقت اخیرم هی میاد و یه ذره خودشو لخ میکنه و اما به تازگی در مورد شبی که بهش تجاوز شد اومد و گفت: کجا بودی؟ دفتر بودیم صبح. من رفتم و ساعت 5 تا مثلا 5:30 این ور اون ور نیست، هوا تاریکه هنوز، همون اتاقی که تمرین میکردیم و من الان دارم این ساعت این دفترم میبینم. خب قبلش نبوده دیگه، همیشه مثلا تو طول روز بود، الان 5 صبح اینجا و این برای جفتمون همون یواشکی بود که داشتیم میچیدیم. یواشکی بگیم مثلا یواشکی قرار بذاریم، ما هم یواشکیه بود و رفتم دفتر. واسه بالا سرم داشت نگاه میکرد، برمیگشت دوباره نگاه میکرد و الان اگه بخوام بگم باز درون اون آدم نیستم، نمیدونم، خودش هم یک ذره جا خورده بود از شدنش، از اتفاق افتادن اون قرار. یعنی اون قرار شد دیگه، و برای منم عجیب بود. یعنی خب تا قبل از اون میگم آقای اسعدی و من اصلا یادم همون شب داشتم اصلا با خودم فکر میکردم الان ما یه قرار یواشکی گذاشتیم، الان به این آدم چی میگه؟ یعنی بعد چی میگم و اینا رو ولش کن، من تمرینم دارم و همچنان. بعد خب از الان به بعد من با چه لنزی دارم به این آدم دیگه نگاه میکنم؟ اصلا چیه؟ برای چی من الان اینجا این ساعت داشتم نگاهش میکنم؟ گفتم میخوایم جو برسی نگاه میکنی؟ اومد سمتم، بغلم کرد، بوسم کرد و شروع کرد به میک لاف که من ترجیح میدم انتخاب میکنم که اصلا این قسمتش خیلی با جزئیات نگم. اما یه پرانتز باز کنم، اون روزی که نورا از اتاق رفت بیرون و گفت نباید هر کسی بدونه که مسیج میدیم، یه ذره جلوترش سوالی ازم کرد. این جزء چیزایی بود که من داشتم فکر میکردم بهش که تعریفش بکنم. دیروز چون داشتم به یکی میگفتم اینو گفتم، گفتش که این روزا دخترا هیچ کدوم از دخترا دیگه بایسا هیچ کدوم از دخترا دختر نیستن. بعد من نگاهش کردم و از اونجایی که من ویرجین بودم گفتم من ویرجینم. گفت خب تو طبیعیه، تو اوکی نباید هم سکس داشته باشی. و این برای من یک تناقضی بود و یک شاید حتی بگم دلگرمی بودش، که چون من خب مثلا با دوست پسری که داشتم سر پرده بکارت داشتم مشکل داشتم موقع، یعنی رابطه که داشتم، و فکر میکردم الان چیز میشه، الان یک باوری شکل میگیره، چون شنیده بودم که مثلا چقدر اسکولی اینو میگفتن اون دوران، بابا همه سکس میکنن اصلا اوکی، تو چرا سکس نمیکنی؟ دم نه، میگه که نه اصلا سن تو که نباید هم سکس داشته باشه. فکر میکنم میخواست بدونه که من ممکنه با هم شرایط جنسی شکل بگیره یا نه. فکر میکنم واقعا دیروز بعد چند وقتی یهو افتادیم چی میگن این بحثی که بینمون شکل گرفته بود قبلا. و یه چیز دیگه هم میخواستم اضافه بکنم،
اونم اینه که این آدم برخلاف اینکه رفتاری سعی میکرد از من یک بزرگ سال بسازه، یک وسواس یا حساسیت هایی رو داشت روی سری چیزا. مثلا دوست نداشت من از بچه سالی صورتم فاصله بگیرم، یعنی یک چیزی شبیه سن خودم، چون من موقع مثلا ابرو برمی داشتم و اینا، اتفاقا میگفت این کارا رو نکن. و مثلا من خیلی راحت صحبت بکنم، مثلا موهای دستم رو میگفت نزن، میگفت این پرز رو دست تو من میخوام ازش پلان بگیرم، پرز رو صورت تو دلم میخواد پلان بگیرم. مثلا یادم سر تست گیریم، جلال الدین معیریان تست گیریم اون انجام میداد، بهش گفتش که این صورتش مودار، گفت اصلا دست نزن، گفت من میخوام این بچگیش بمونه توی صورتش. پیوند ابروام هم موقع بر نمیداشتم و کودک سالی بودم به لحاظ اینجور چیزا. ولی خیلی اینم اضافه بکنم، خیلی تجربه عجیبی بود، یعنی خودم تو زندگی عادی روزمرم، تو اون قسمت از زندگی بزرگ سالی بودم، چی میگم بزرگ سال، بچه سالی بودم که عده بزرگا رو در میبردم، مثلا ابروهامو برمیداشتم آرایش میکردم، یادم روی سجده این شکلی حساس بودم. ولی از زمان تمرینا و به مرور من شاید میکاپ کمتر میکردم، ابروهام ابروهای پرتری بود، یک سری کارا رو نمیکردم. این زنونگی به جنگ که مثلا بزنه به صورتم، بزنه به آرایشم، تو رفته بود تو رفتارم. و این اصلا چیزی بود که راجبش حرف میزدیم، میگفت مثلا اون زنه باید تو چشات باشه، اینکه تو رژگونه بزنی رفتارت لیدی نمیشه، از چشمات باید در بیاد. تو پرانتز باز بکنم که به مرور فیلمای تمرینی که خیلی از دوستان دیدن میدونن، به مرور من یک شباهتی به کارکتر پیدا کرده بودم که کاملا همه چی بر پایه امید بر شدن و انجام تو کیفیت 100 از اون نقش و کارکتر بود. این خیلی حس خوبی بود و به مرور این داشت شکل میگرفت. میگم اون لوندیه اومده بود تو رفتارم، خودم هم کیف میکردم. این مثلا به من میگفتش که یک تمرینایی وجود داره که بازیگر شبیه نقشش میشه، مثلا اون نقشه رو زندگی باید بکنه، باید ببینه قشنگ چی بهش گذشته. میگفت تو حالت عادی از جمله با پارتنر بازی اروتیک رفتار کن. این به حدی ادامه داشت، مثلا من تو اتوبوس قشنگ یادمه میله اتوبوس رو میگرفتم، مثلا یه مردی که جلوم بود رو یک جوری نگاه میکردم، خیره نگاش میکردم، واقعا حس میکردم مثلا داره حال بد میشه. و این میگفتم دارم از تمرینای اون نقش انجام میدم، مثلا چه با لذت میبردم، خیلی شیرین میتونست حتی باشه یه جاهایی برام که من هی دارم شبیه اون نقشه میشم. و اینو از کجا میفهمیدم؟ تمرین میذاشتیم بدون سکته نقشه تو من جاری میشد، دیالوگا میومد، لحنه بود، رفتاره بود. بله، اینم صحبتای ریحانه در مورد اون ماجرا. حالا نظر شما در مورد این ویدیو و صحبتای ریحانه پارسا چیه؟ حتما نظرتونو بنویسید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بدرود.